گاوچو فرانکو و اس اس ها مار یروی لو سای انو نون فا پر نوی سون سولو گوای ورو ساجو کی سی فای افاری سوای نو سبایا مای per noi le bombe sono solo zuccherate alle granate preferiamo le granatine quanto alle mine la mettiamo alle matite le batterie le preferiamo il jazz in band non fidarsi mai di chi va a far l'eroe non campa assai non cerchiamo guai vedetevela voi non siamo eroi per noi le bombe sono solo zuccherate alle granate preferiamo alle granatine quanto alle mine le mettiamo alle matite le batterie le preferiamo nel jazz-band di chi sta bene in mezzo ad oppici e mortai fra capretti e buoi si vive meglio assai credete a noi non fidarsi mai di chi vuol far l'eroe no, non campa assai non cerchiamo guai vedetevela voi non siamo eroi non siamo eroi non siamo eroi non siamo eroi non siamo eroi. کارگردان مارچلو چیورچیولینی. رسانه اینترنتی مشهد فیلم تقدیم می کند. این ماجرا در سالهای اندوه بار جنگ در سیسیل آغاز شد، هنگامی که عده‌ای از مردم میان آوارگان با اطمینان به رادیوی نیروهای متحد گوش می کردند. دوستان سیسیلی شجاع باشید، ما جوانان شما را زیر چتر حمایت خیش قرار می دهیم. بسیاری از جوانان فرار از منازلشان را برقرار ترجیح می دادند و به کوهستانها پناه می بردند. چته؟ با با میخوای بگی وقت رفتنی به خونه با استراحت رسیدم؟ چی نظر تو رو پرسید؟ میگی حواستون از من جمع‌تره؟ خیلی خوب چی چا چه میخواهی؟ گوشفندا میگن وقتشه که برگردی. شاید میخواهند بگویند که چرا برمی؟ نه حق با اونه هست، باید برگردی. آخیش چیچا مردم از خستگی میرم بخوابم. نه بابا اینطوری نرو، بهتره که این لباسه رو در بیاری و لباس خواب پوسکوسفندی بپوشی. هوا امشب خیلی سرده، میفهمی؟ خیلی خوب بابا. آخی وای، ولی به نظر من اینا راحت تره، باش سرمای شبم حس نمی کنی. عزیز من باید عادت کنی. وای 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 آخ
خب چیزی رو فراموش نکردی؟ چرا شب بخیر گربونه تو وای استراحت چیز خوبیه آخه زندگی سخته اما همین که با کسی نمی جنگیم عالیه باز این هواپیماها پیداشون شد خدا رو شد که جمون امنه چون همیشه یه خدا یه چیزی پایین میندازه تونستی باشون تماس بگیری؟ Yes, just now they're speaking. به زبون ما بگو، به زبون ما بگو، ما باید بفهمیم چی شده. تو به زبون انگلیسی حرف مزن، بگو آره یا نه. بده من، بده من. I don't speak you. Yes, I am. Okay. What? Okay. چه بدبختی. جنرال فان گرانس یعنی همون که باید میدازیدیمش دیو اندرستند به آلمان منتقل شده خب که چی؟ حالا اون به آلمان میره از راه زیرزمینی و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بدون شک کار خبرچین هست از دستمون قصر داره جرف و چطوری هم نداره ولی به هر قیمتی که شده باید گیرش بیاریم چون تا وقتی که اون زنده است سرنوشت کلی جنگ معلوم نمیشه فرمانده ما تازه با چت فرود اومدیم امیدوارم که به موقع رسیده باشیم قربان Alright, I am surprised now به خاطر دستورون فرمانده نادون شما دو نفر ماموریت دارید که برای خودتون دو دست لباس عادی پیدا کنید چون در هر جاده ای امکان داره شما رو ببینن فهمیدید؟ Go away سگی داره پارس میکنه وای لباسمونو بردن وای چی شده میخواستی چی بشه لباسمونو بردن لباسه رو بردن بگیری نه رو بپوش ممکنه صاحبش بیاد یقمونو بگیری نکنی میخوای مثل دیوونه ها با لباس خواب این بر اون بر بری نه قربونت برم شاید هم میخوای لیست بکنیم و به دهکده بریم به خاطر همین چند تا لباس تکه پاره نه قربونت برم پس چاره ای نداریم جز پوشیدن همین لباس ها هرچی باشه از جنگیدن که بهتره امریکانشه؟ چی داره میگه من که نمیفهمم واضح چه حرف بزن که بفهمی پس رو کنی فرشتندن؟ ها؟ من که نمیفهمم چی میگه تو منم نمیفهمم پس از رو سگه برای راست میگی یا خواه ببخشید زبون این سگم نمیفهمم از همین داره دستک دیگه
شما آمریکایی هستید. من مطمئنم شما قصد داشتید جنرال فون کرانکس رو بدزدید. و حالا هم لباس چوپانا رو پوشیدید. چیلی شما نمیدونم اینجا چه خبره. ما سیسیلی هستیم. اسکت سروازی ما به خاطر دلیلی از سربازی ما آب شدیم. نه شما از همون پارتیزان های دشمن هستید. اونا رو بگیرید. بذارید یه لباسی چیزی برده. آخه ما بگیرید یه خود سرمایی هستیم. گونی کنی که تموم میشه. ما بایی منو ببخشید، من بی گناه، منو تیر بارون نکنید، من گناهی نکردم. پایین اشنه ما را کجا میبری؟ کنه آهنی انگار رش رشی دارن ما رو میبرن. چی چو ما کجا هستیم؟ از کجا بدونم؟ فقط ببینم که همه جا بادمانی نوشته. آشقای سفرم بهمون میدن. آره یه شبک پر از شکلات و شیری. آخو جون هنوز نفهمیدی دارن ما رو تبعید میکنن. بای سرکار، سرکار با تو هم، با تو هم ما رو به ایتالیا میفرستن، درسته؟ ایتالیا؟ فکر ایتالیا رو از سر بیرون کرد. من رفت زود به کشور زیبای شما. شما نه، شما را خواهیم فرستاد به اردوگاه مارگاریت. اردوگاه مارگاریت؟ درست فهمیدی، حتما اونجا برای تبعیدیام یا کاروباری پیدا میشه. مگه نه؟ بله قربان. ما یه چیزایی از کشاورزی سرمون میشه. درسته. پس ما در اردوگاه مارگاریت مشغول کار کشاورزی میشیم. چطوره؟ بعدم میشه. موقع حرکته. خدا هی سرکار. سرکار اگه به ایتالیا رفتی پیشنهاد میکنم یه سری هم به فلورانس بزنی. خوش آب و هوا. همین هستن؟ اجازه بدید. نه جناب فرمانده، اون دو نفر سیسیلی قلابی نیستن، داخل کامیون حتما جا موندن. بهتر شمردن یاد بگیری. بیایید پایین، رسیدید به ایستگاه اصلی. زود باش فرانه با... بابا زود باشی دیگه. دست با چلفتی؟ سلام، روز بخیر قربان. روز بخیر، پس رسیدیم. بله آره. گوش کن آقاه، اینجا به ما حقوقم میدیم. تو شاکید باش فرانکو. اجازه میفرمایید من چیچولاپاری چوفون هستم. ما سر از جرایانی در آوردیم که مربوط به ما نیست. هرچند ما در آن سهمی داریم ولی به شخص ما ربطی نداره. یک کلمه از این ماجرا به ما ربطی نداره. اصلا بگو ببینم چه چیز این جنگ به شما مربوط میشه. یا این که میخواین صحبتامونو بذارین سر میز غذا؟ چون ما خیلی گرسنه چیزی نخوردیم. شما که خیلی مهربونی، به ما کمک کنید. شما که راضی نمیشین ما گشنه بمونیم. بابا دیگه دیوونم کردیم، بیا پایین. کی به ما دستور میده؟ اینجا منم چه دستور میدم؟ انگلیسی خاکارو خالی کن ریزم علی ایشکی حواسش نیست بجام. در کمال احتیاط ها؟ Thank you.
افراد تازه آوردن اردوگاه. میدونم، اونی که اونجاست خبرش بهم داد. به نظرم دوتا کماندوی سیسیلی باشن که آوردن اینجا. اگه همونایی باشن که برای دزدیدن جنرال فون کرانکس اومدن، باید زبر و زرنگ باشن، مال نیروی دریایی، مثل خود من. درست میگم کاپیتان سیدنی؟ شاید هم مثل من نابغه باشن. مگه نه کاپیتان تایگر؟ دوباره باید کارگر ساختمانی بشم و خاک حمل کنم؟ فعلا کافیه، الان دیگه خاک بیرون نمیبریم. شما موشای کور از کندن دست بردارین و بیاین بالا. زود باشین، زود باشین، بالا 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 بالا. درشم ببندیم. به خوابگاه 21 یعنی اینجا میفرستن. خوبه، به نیروی کمکی جدید نیاز داریم. اونطور که من دیدم با آلمانیا با لحن خیلی عجیبی صحبت میکردن. باید خیلی زرنگ باشن. چه برمز؟ ایشون کاپیتان تایگر هستن، فرمانده ما زندونی ها که اینجا این چاکی تایگر. نیروی دریایی؟ کوهستان. متخصصین؟ نه، چوپان کوهستان قربان. بله، در کار میش. ببینم کجا بازداشت؟ در کوه مونتبریدو، در سیسیل، منطقه کوچیکی نزدیک دولمیتی، در کنار قرارگاه گله. نزدیک گله آمریکایی‌ها؟ نه، قرارگاه آلمانا، با مراسم مخصوص آلمانا. چی شده؟ چرا اینجوری؟ خوبه خوبه خوبه، بری سر جهاتون، زود اونجا. باشه قربان، میریم بریم. ببینم تو داری چه کار میکنی؟ خب میخوام بخوابم. اگه یادت باشه من از تو بلندترم. درسته؟ درسته. اگه من برم اون بالا بخوابم، پای من به سرت میخوره و سرت هم به تخت بالایی. درسته. پس من اینجا میخوابم و تو برو اون بالا بخواب که کوتاه بری. آره باشه، همین کارو میکنیم. همیشه حق با تو بوده دیگه. ولی یه چیزی هست که درست کار نمیکنه. بابا اینقدر بدخیال نباش. شب بخیر. باش، شب بخیر. شب بخیر. خوب بخوابی. You can never mamma mia, mamma, e salvaggio, lo pregano, salvatemi, mi vuole mangiare, aiuto. Aiuto! Zitto! Ma che dici, cretino? Quello è il capitano Sidney! Ma è il capitano! Il capitano Sidney! Mi guardava con certi occhi carnivori e mi voleva mangiare! L'ho visto io! E là, e là, e là! Si sarà nascosto! Si sarà... Ah! Un altro! Siamo circondati! Siamo circondati! Imbecille, stai fermo! Salviamoci! Non hai capito che è un americano? Un americano? Sì! Sono americano. E tu sei cretino. Chi gli ha dato la mia generalità? Io no. E allora come fa a conoscere? Beh, il mondo è piccolo. Ma quale piccolo? Per me è uno stregone. Un cannibale. Un mau mau. Ma che un glu glu glu. Sì. Non vedi che è un uomo intelligente? Parla anche l'italiano? Gliel'avrà insegnato un missionario. Per me è a bestegno. Bella figura mi hai fatto fare. Non ti porto più nei posti. Ma quello dorme con me. E beh, durante la notte. Ce l'ho accanto. Quello apre l'occhio. Con in preda la furia omicida. Eh? E mi guarda così. Ma nemidunam in core chie che un oro verdeste o vorde in gio. Ma midunam che una cisi sareshun nemishe vetaram bije hat khorbani mishan. Oh, yes. In man budam che khastam un oro befrestan in gio. به هر حال اونام باید در اینجا تلاش کنم و به منم بگن کاپیتان تایگر. همه چی رو باید بهشون بگیم. آی شما دو نفر بیاین اینجا. نکنه میخواد منو بکنه. دیگه سفارشت نکنم ها. باشه، ولی شاید اون آدم خوره از من صاحب نظر کنه. میخواد اون یه آدم خور نیست. میخوای اینو بفهمی یا نه؟ به خودت مسلط باش. کام با
پروژه بنشه. بیشتر از یک سال میشه که ما در این قسمت اردوگاه به سختی مشغول کاریم تا یک راه فرار رو پیریزی کنیم. راه فرار به مالیات هم مربوط میشه. به سود زدن مربوط میشه. یه جوری حالشون کن، من دارم دیوونه میشم. یه تونل، فهمیدین؟ یه تونل زیرزمینی برای فرار از اردوگاه. هر کدوم هم ماموریت خاصی داریم. بالاخره فهمیدین یا نه؟ بله اینا واقعا نادونن، برای نقش پنگوان که خیلی کودنن، حالا چه برسه به این که بخوان در نقش موش کور و موش چشمدار باشن. عذر میخوام کاپیتان تاتزی، من میتونم ادای سگ و میش در بیارم. رفیق من با این قد و قواره دراز که میبینین از احتیای نقش زرافه برمیاد. میتونی زرافه بیارم؟ من نمیگویم نه، فقط یک سوال داشتم. ممکنه ما سر از باغ وش در بیارم؟ ای خدای من، دیگه دارم دیوانه میشم. تو یه چیزی بهشون بگو، تو که در دانشگاه تدریس میکنی؟ به اونایی که دم پنجره لباس پوشیدن و منتظرن نگاه کنین، وقتی ما زمینو میکنیم پنگوئنا خاکارو میبرن میریزن بیرون. موشای کورم اونایی هستن که زمینو میکنن و تونل میسازن، که یه تونل اینجاست و تونل دیگه در شماره 25. موشای چشم دارم که واقعا فداکاری میکنن، مواد منفجره رو از آلمانا میدوزن. بالاخره شما دوتا فهمیدین یا نه؟ بله بله بله، حالا شما من همه رو فهمیدم. ببخشید شما فداکاری نمیکنید، موشای چشم دار میرن و عروسکاری ما و دامادا رو از آلمانا میدوزن. گفت باروت بوم شرادو. من تو شهر اینا اینجوری میگم. من میگم برای شروع بهتره همه بریم بیرون، هم بیسبال بازی کنیم و هم خاکا رو که پنگوانا بیاوردن روی زمین. فهمیدین؟ خیلی خوب، را بیافتین. برای با چیکار بکنیم؟ بریم بیسبال بازی کنیم. بریم بیسبال بازی کنیم. پای جوزه. هی تایگر، تورنانو ای توپی. خب کار چطور پیش رفت؟ خوب بود. امروز هم موفق شدیم باروتای دو تا بمب خالی کنیم و با خودمون بیاریم. هنوزم هیچ کدومشون نفهمیدن که ما با دست خودمون میریم مواد منفجره و بمبا رو خالی میکنیم. وقتی مجبور شدیم ازش استفاده کنیم، اون وقتی که صداشو میشنویم. منو ببخشید سرکار، چشم کمسو شده، شما رو ندیدم. یک اشتباه غیر عمد بود، عمدی نبود سرکار، فهمیدید؟ این همکار جدید ما زیاد وارد نیست. ای کودم، همه چیز مرتب و سر جاشه. خواهش میکنم وسیل، بفرمید بفرمید، سیگار آمریکایی، اینم برای شما سرباز دلاور و شجاع. حالا برید سر پستتون، برید دور بزنید، ما هم باید بریم سر بازیمون. زود 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 باشید، برید سر جاتون. این دفعه تو توپو پرتاب میکنی، عجله کن، برو دیگه، زود باش.
بنداز دیگه، بنداز! همه سال که از طبابتم میگذره همچی دهن گشادی ندیده بوده. بابا آره درست میشه. بابا اینقدر بوبو نکن، آرام بگیر. آرام بفرمایی دکتر. بیتشن دنگ کشن بول نزن جوان. بابا تکن نخون. الان خلاص میشی. متشکرم آی دکتر، من دوست نشستم. آی دکتر من رفیق اینه. آخی نزدیک بود خودتو بی جهت به کشتن بدی. فقط برو خدا رو شکر کن که اینجا یه حامی مثل کاپتن سیدنی داری. تو انکورا لا پوسیبیلیتا دی ریسکاتاروی. اون میگه شما در مرحله‌ای هستید که میتونید پنگوان بشید. حق با این جوانه که کافتون. تازه اگرم میگفت نه خودم یواشکی پنگوان میشدم که خودت حجی بکنی. بیای پایین برید خاک برداری کنید. جوش با اجازه خاک برداری. حالا میبینی چه پنگوانی میشم. آرام خودتونو پر خاک کنید، من میرم زمینه بکنم. زود خودمونو پر خاک کنید. یه لحظه صاحب کن پسر. چی باید خودشو پر کنید؟ ما دو نفر دیدیم. نه میگم که به من خوب نگاه کردی. نه همونطور که خودت میبینی از ما دو نفرین توی که از من قوی تری و از نظر جسمی از من محکم تری و این از زن پدرت به ارث بردی، اما من ظریف و شکننده هستم. اینطور نیست؟ بله درست. و این روز سختی که من زندونی در اینجا میگذرونم با این کار توان فرزا از همون یه ذره قدرت بدنیم هم کم میکنه. اینطور نیست؟ آخ که دلم برات سوخت. پس نتیجه میگیریم که چون من در توانم نیست این خاکا رو ببرم، باید سهم منم تو به عهده بگیری. آفرین درسته، من خودم میبرمش. پس خودمونو پر خاک میکنم. فقط تو پس منو پر کن. باشه سب کن. بیا جلو مواظب باش. این ور بیری. آره بیری اینجا. آه کپتن تکرو چطوره ها؟ خوبه؟ دیدی چه پنگوانی شدم؟ میپسندی؟ دیدی برای همین ساخته شده بودم؟ خب این چه کاری نداره، این به خاطر شام سال نوه، شام عید. راستش من یه پنگوان پر شده هستم. هلت هلت پیس بی حرکت. هی اینجا اینجا اونو به فرمانده خبر بده. شلیک نکن بابا، شلیک نکن به این پنگوان جوان بیچاره. شلیک نکن کاپیتان داره میره به فرماندهشون خبر بده. درتون رو ببندید، خونسرد باشید و بی تفاوت. فهمیدید؟ زود جلوی فرمانده انگار نه انگار.
برو بالای تخصوت باش. آخه چطوری با این وقت میتونم برم رو ده؟ من کمکت میکنم. دست تو من. یه وقت منو نخوری. نادون میخوام کمکت کنم. بکشش بالا. برو بالا. یواش. بابا یواش. آخ دیگه. خون سرد باش. برو بالا نترس. خیلی خوب. خون سرد خون سرد باش. باش. خیلی تو. خون سرد. آره. مواظب باش. اصلا ناراحت نباش. خون سرد. خون سرد. اختون همه خبردار بیستید. روز شما بخیر. یک تونل در اردوگاه من. گروهبان خیلی سریع همه منتقل بشن به یک خوابگاه دیگه. باید معلوم بشه کسی هم فرار کرده یا نه. خودم حساب تو دیوانه رو میرسم تیکه تیکه میکنم. آرام باشید کاپیتان تایگر، به حساب همه شما باید رسید. من اون بالا. شجاع باش. کدومه چیشو دارم درد میکشم، تازه طاقت گشنگیرم ندارم. اونو نگاه کن، با اینکه تمام بدنی سیاهه ولی اصلا ناله نمیکنه. ولی کاپیتان تا چی؟ کاپیتان تا تانگر. تانگر میخواست منو بکشه. اگه اون نبود الان کار ساخته شده بود. خب حالا بهتر راحت بگیری و بخوابی. باشه باشه. ای 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 بخواب بخواب. ببخشی جوجه اینطوری میخوابم. خواهش میکنم. میبخشی که این سوال ازت میکنم. میشه بگی چرا اینقدر به ما لطف داری؟ خب شاید به این خاطر که موقعیت ایجاب میکنه اینطوری باشم. من که نفهمیدم چی میگی. فکرشو نکن، اصلا برای این کمکت کردم چون پسر خوبی هستی. و همین که ایام عید و تعطیلات سال نو مادرم به من یاد داده که با همه مردم خوب باشم، هرچند که در این دنیا عده‌ای از مردم با عده‌ای دیگه بی خود و بی جهت نزاع میکنن یا میخوان همدیگر رو تیکه پاره بکنن. پس شمام تو آفریقا این روز جشن میگیرین درسته؟ حالا هزار دفعه بهت گفتم من آفریقایی نیستم، حالت میشه یا نه؟ حق با توه. تو امپراتور اتیوپی رو دیدی؟ بگیر به خواب خستم کردی. میتونم آخرین سوال ازت بپرسم؟ بپرس. به نظر شما فرمانده کلشون سیاه پوسته یا احتمالا سفید پوست؟ مگه فرقی میکنه رنگ پوستش چی باشه؟ خیلی خب، حالا میخوابی یا اینکه دوست داری کاپتان تایگر رو صدا بزنم؟ نه میخوابم میخوابم. راستی کی میدونه چه رنگیه؟ شایدم سیاه باشه، شایدم سفید باشه. سیاه سفید Vincenzo è Mitra.
باشو. چیه؟ الان گروبان میاد باشو. چی چو جان؟ چشمم دیگه نمیبینه چی کار کنه؟ اشتباه میکنی اون یکی چشمت بود بابا. وای اون چیه؟ ببخشید ترسیدم دست خودم این چی کار کنه؟ یه پایی چک اومدم خواه بابازی بش بابا اختونگ فرمانده آمدند. کاپیتان تایگر و افراد خوابگاه شماره 21 بیاین جلو. از اونجا که تا حالا هیچ کس موفق به فرار از بازداشتگاه من نشده و نخواهد شد، من از مجازات شما چشم می‌پوشم. هرچند که دیروز متوجه تلاش‌های شما برای فرار از اینجا شدم. Thank you. منم همینطور. کیو تنگ قربانی. فقط اینو بدونید اگه یک بار دیگه در این بازداشتگاه تونل زیرزمینی بکنید، یا این چه کوچکترین سوء ظنی نسبت به شما پیدا کنم، بلافاصله همتون رو از دم تیغ میگذرونم. چون دیگه نمیتونم چشم پوشی کنم، بنابراین همتون رو میکشم. پس مواظب رفتارتون باشید و کاری نکنید که من عصبانی بشم. اختونگ! خبرتون خوب گوش کنین. در زیر این بازداشتگاه یه تونل دیگه هم هست. پایین. وقتی که در خوابگاه شماره 21 بودیم داشتیم تونل اصلی رو میکندیم. در واقع بچه های زننگ شماره 25 بیکار نبودن و یه تونل اضطراری اینجا حفر کردن. یه تونل زیرزمینی داشتیم. البته این تونل هنوز تموم نشد. یه نفر باید هرچی زودتر بره اون پایین و شروع به کندن زمین بکنه. و بهتر از شما کسی دیگه از عهده این کار بر نمیاد. پس شروع کنید. به نظر من فایده این کار اینه که یعنی ما باید تونل بکنیم. آفرین بر تو. من از این صحبت ها که فرمودین اصل مطلب رو هنوز نگرفتم. باید یه تونل بکنی. بله خودم تنهایی میکنم قربان. میتونم بیام پایین؟ بله. اومدم متشکرم. وای کافیه دیگه، هر کسی بره سر کارش. ایشونه. سلام. این قطنما رو بچه های خودمون ساختن. عقربه این قطنما همیشه اون جهتی رو که باید حفظ کنید به شما نشون میده. بگیرش. خیلی زود یاد میگیرین که اون چطوری کار میکنه. از چرخ دستی های خاک استفاده میکنید. باید نزدیک 50 متر زمین رو بکنید. فقط یادتون باشه که در اینجا قشر نازکی از خاک رو بگذارید و حفظ نکنید. فهمیدید یا نه؟ فانوس ها رو بردارید. برید شروع کنید. موفق باشید. گو. مرسی. مواظب باش. ببخشین که منو برای این کار انتخاب کردن. شما ناراحت نشید. دیگه گو شروع کن. حال بده. برای چی؟ حالا دیدی چرخ دستی خودو شرکت کنه؟ نه جونه تو. خب بس حال بده. باشه الان حال میدم. نیست. چی شده؟ به نقطه شروع رسیدیم. این دو نفر دست و پا چلفتی ماموریت دزدیدن جنرال فون گراتس رو داشتن یا این که عوضشون کردن؟ من که باور نمی کنم. چیشه؟ همون جهت بار جلو. هی بیا اینم بیل. بیل برای چی؟ همین دوتا دست کافیه. سریع ترم از جون تو. حالا نگاه کن ببین. وای
ساعت نگاه میکنی؟ با این حفاری هایی که ما داریم باید تقویم رو نگاه کنی، چون بعد از یه هفته اولین چرخ دستی خاک رو تحویل میدن. امیلیکم اولین چرخ دستی پر از خاک آماده است. اگه دیر کردیم ببخشید، برای دومی خاک برداری سریع‌تر کار میکنیم با اجازه. این غیر ممکنه. ولی باور کن. بله کاملا درسته. سر در نمیارم، این ساعت شماته هم همه ساعت شیش رو نشون میده. امیلیکم دومین ظرف برش خاک آمده است. چی؟ 10 ثانیه هم طول نکشید. زمان زیاده، نگران نباشید، سریعتر کار میکنیم. رفیقم مثل رعد میکنه و منم مثل برق پر میکنه. ببینم از چی استفاده میکنه، با بیل میکنه؟ نه، از روش سگی جانه. آخیش امیلیکم سفامی هم آماده شون پایده به زود برمیگرده. اگه همینطوری ادامه بدن تا نیم ساعت دیگه میرسن. خیلی خوب خیلی خوب، آماده شید، آماده آماده. از پنجره کاملا مواظب باشید ما رو نبینن. اسلحه های قلابی خودتونم بیارید، ممکنه لازم بشه. زود امیلیکم ماموریت تمام شد، به اون محل رسیدیم و همون مقداری هم که گفته بودید حفظ نکردیم. من تسلیمم. نه ترس فرانکو، این توفنگا قلابی هن، حقیقی نیستن، با چوب و خمیر نون درستشون کردیم. اینا توفنگای خانگی هن. ترسمو دیختم دوری. این دفعه واقعا باید به شما بگم آفرین و خسته نباشید. متشکرم کافی جون. خب حالا همه با هم میریم به سوی فتح و پیروزی. شما انگلیسیان با دیگران به دنبال من بیایید، بریم که همیشه پیروزی با ما خواهد بود. همه به دنبال کاپیتان تایگر، آخرین نفرم که میاد در اینجا رو صف ببنده و بیاد. همه دنبال من، حرکت حرکت. تو هم که به همراه من از کوهستان مونتبریدو آمدی اینجا نیست، چوپان خرفتون بان من یه زوده باش. آخرین نفر در اینجا رو بگذاره. دیگه دارم دیوونه میشم. این که تخت خواب خودمه که دیشب توش خوابیدم. برو شنوان. هم نلیف دیگه کسی جلوی منو نگیره، چون میخوام با دستای خودم گردنش رو بشکنم. مگه ما چه گناهی کردیم؟ حتی نمیتونم غذا بخورم. چیه؟ چی میگی؟ بیا این بر روبروی من بشین تا قیافه هم دیگه رو ببینیم. بابا جانه حق با تو. سلام چیچو، حاله چطوری؟ بد نیستم، تو چطوری؟ راستش منم بد نیستم، فقط ببین این کاپیتان تاله چی به سرمون آورده، اونم به خاطر هیچی. بابا حواست باشه، این غذای منه که داری میخوری. تو هم غذای منو بخور. بخور باشه باشه، از این ور از این ور به طرف دهنه تو. آره خوبه، اینطوری خوبه. بیار این ورتر. بابا بیار این ورتر، تو همش داری خودت میخوری. بیار بیار یه خورده دیگه. آها بابا جان بیارش این ور که منو بخورم. دستم اینجوری میکنم. زودتر زودتر عجله کنید. هر چی رسیده بودیم پنبه شد، تلاشمون بی نتیجه بود، بعد فکر دیگه ای کرد. حق با ما انگلیسی هاست،
اگه واقعا خیلی ضروری هست باید یک نفر از ما فداکاری کنه و پنگوئن بشه و مواد منفجره رو با خودش بیرون ببره. باید مواد منفجره رو ببریم نزدیک منطقه سیمکشی، نزدیک برج نگهبانی. منظورم اون بالا است. به محض اینکه نگهبان شروع کنه به شلیک کردن به اون طرف، همه چی منفجر میشه. اون وقته که زمان مناسب برای فراره. خیلی وحشتناکه. حالا چه کسی نقشه رو عملی میکنه؟ از من میپرسی؟ وقتی دو نفر احمق و خرابکار مثل اونا رو داریم، دیگه نوبت به بچه های متخصص و شجاع ما نمیرسه. کاپتان تایگر، یه لحظه گوش کنیم. من این کارو میکنم چون علاقه زیادی ندارم که برگردم خونه. از نظر شما هم که یه سیاه پوست بیشتر نیستم. زیاد ماجرا رو غم انگیز نکن کاپیتان سیدنی. تو خیلی خوبی و همونطور که همه میدونیم تنها کسی هستی که هم میتونی به آلمانی بنویسی و هم حرف بزنی، پس به تو نمیرسه. نوبت یکی از اون دو نفره که بهشون علاقه داری. وای 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 وای، بیای تو، بیای تو دوستان، بیای. آه هیچ نترسید، حالا همه چیزو مرتب میکنم. من دردم میاد. یعنی ما رو بخشیدید کاپتان، درسته؟ البته البته، شما شایسته بخشیدن هستید. با من بیایید بریم اونجا. حالا چطوره؟ یکی از شما با من میاد. من؟ باید پنگوئن بشی و مقدار زیادی خاکو با خودت بیرون ببری، بریزی نزدیک منطقه سیمکشی شده اون طرف خاک. برای اینکه مورد عف شما قرار بگیره با جای دیگه. درسته، خاکا رو میبریم اونجا. کم کم دارید آدم میشه. متشکرم، ممنونم. میشه اینکه داره اشتباه میشه، این مگه باروت نیست؟ نه داری اشتباه میکنی. بس نکنیم بابا، این همون خاک مخصوص پنگوئن است دیگه. ببین ببین ببین، حالا میبینی چه پنگوئنی میشم. حس میکنی؟ بیا منو پر خاک کن دیگه، زود باش پر کن. چه خوشحاله. آره بازم ببین. کاپیتان تانکر مانکر، اینطوری خوبه، کیف میکنی، حتما کیف میکنی. سلام بچه. تو اینجا چی شده؟ چی شده؟ بارمون بارها رو بیرون بیار. مگه نمیبینی من دارم بار هم میکنم؟ چجوری میتونم دیگه بار بیارم؟ همون که گفتم، بارو بیار. چشم. حالا خوب شد جناب گروبا، میتونم برم. برو. باشه رفتم. گیر کردی. هی تو، سب کن ببینم، باید رفت دنبال افسر کانوتسه، فرمانده خواب هست، زود با او کرد صحبت، بگرد دنبالش، برو پیدا کن. آخه من از کجا گیرش بیارم؟ هر جا خودت خواست رفت، نگاه کرد اینجا نوشته شد اسم تو، رفت دنبالش، آشپزخونه رفت، یا اون طرف رفت، کتا. متاسفم بابا، من باید برم دنبال این بابا افسر کاتسیه چی چیه بگردم، دست کن نده بی خودی. تو در مونگا که نبود، باید برم آشپزخانه، شاید اونجا باشه. آره زودتون سریع باید آماده بشید. هی آشپزا، این افسر چیچی کاتیزه نمیدونم چیچی رو ندیدیم. اوه اوه
پیداش نکردم، اینجام نبود. باید برم دو جای دیگرم بگرد. اونجا این ور اون ور. نمیدونم چی بگی. امان از دستمون. خوبه بهش گفتم که کجا برو، ولی حالیش نمیشه. ما نمیتوانیم همه اون خاکا رو ببریم بیرون. آخه اون کلش خوب کار نمیکنه. مریضه. کسی چی خبر نداری چیچو؟ اون بیچاره داره باروت حمل میکنه. نخواه. تازه خودش هم نمیدونه. چی گفتی باروت؟ بله. چی؟ پس اون الان میره رو هوا؟ معلومه. البته به محض اینکه نگهبان بهش شلیک کنه. وای. کاپیتان نمیشه شما یه کاری بکنی؟ خب میشه گفت برانکو هم که آدمه. دیر شده، دیگه کارش تمومه. برانکو برانکو تو یکی از جون من بیچاره چی میخوای دیگه؟ برانکو باشا خوش به حالتون ها، اینجا چقدر گرم و خوبه. بیا از خودمونه بابا، گرم 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 گرم، چقدر گرم آدم کیف میکن. چرا فرار میکنی؟ فرار کن. سلام چیچا. امن علیکم فرانکو. های سب کن، سب کن، بایسا بایسا فرانکو، خواهش میکنه، بایسا 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 بایسا. بابا میذاری رو ما برم؟ میای یا نه؟ میخوام ماموریتمو انجام بدم. چون با خودت خاک نیاوردی. اونا مواد منفجره. چی داری میگی بابا؟ یعنی چی؟ یعنی که اگه یه نگهبان به تو شلیک کنه میری رو هوا. نگهبان شلیک کنه؟ من پنگوانم. میذارم. چی داری میگی بابا؟ من بارود همرام دارم. بابا بارود دارم. من بارود دارم. بابا میرم رو هوا. من میرم رو هوا. با این خدا. نمیخوام برم رو هوا. من نمیخوام برم رو هوا. میمیرم. Yeah!
شورش سرکوب شد جناب فرمانده. فقط سه نفر از اونا پیداشون نیست. مردن؟ نه، فرار کردن. چه کسانی؟ یه سیاه پوست و اون دوتا دیوونه. باید هرچه زودتر پیدا بشن و الا همه رو تنبیه میکنم. نوازه باش. شانس آوردیم امشب مهتابی نیست. خوش به حال تو، اگه لباستم در بیاری هیچ کس تو رو نمیبینه. انگار یه ماشین داره نزدیک میشه. شما همینجا بمونین و تکون نخورین، چون ممکنه اون از نیروهای دشمن باشن. باره دیگه، باره که نوش جونت باشه. ما پرکه گی هی دیتو بون اپتیتو؟ پرکه لورو یا بزینی این نمیشه سه نه منجنو. L'ho letto una volta sul balillo. Ma lo vuoi capire che quello è più civile di noi? Sarà, ma io non ci credo. Mio padre me lo diceva sempre. Figlio mio, stai attento, se vai in Africa, gli abessini. Augu, italiano, molto buono, tu italiano rusbande. Au, au, au. Ma quello non è abessino, è americano. Sembra negro, eh. Non sottilizziamo. Cusconi. یا آمبولانس نظامی داره از این طرف میاد. ممکنه بتونیم از این طریق خودمون رو نجات بدیم. باید اونا رو گول بزنیم و اینطور وانمود کنیم که تعدادمون زیاده. خیلی خوب فهمیدین چی گفتم؟ وانمود کنیم درسته؟ آره، باید وانمود کنیم که تعدادمون زیاده. باش. هی. میگم بریم زیر علفا قایم بشیم. آره. هی بچه‌ها بیان که گیرشون انداختیم. اوکی، هی جو، جیم، کارم، تام، جک، بیان گرفتمشون. جو، جیم، اسمی، جک، بیاید بیرون. هی بچه ها کجا این شپ آدم ها، بیایید بیرون که اومدن. بیادشین، سریع تار. ما هم اومدیم بیرون. بچه ها گرفتمشون، بیان، بیان. اومدی بابا، اومدی. بابا، اومدی. از جاتون تکون نخورید. تکون بخورید، کشمش. چیچو؟ بیدش من تکون نخورید. تکون بخوره میزنمش. باش بزن. Herr General von Krantz! پس فهمیدین اون مردی که من مجبور شدم لباساشو در آرامو بپوشم جنرال فون کرانکس بود. حالا منو به جای اون عوضی میگیرن. اون مجروح شده بود، داشتن اونو با این آمبولانس یواشکی به خونش انتقال میدادن. خب حالا چی؟ حالا ما رو جای اونا به ویلای فرمانده میبرن و اسکورت میکنن. بازم بهتون سفارش میکنم صحبت کردن رو بذارید به عهده من. خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ نگران نباش، تو رو میفرستم آشپزخونه تا کسی موجب آزارت نشه و راحت باشی. من بیچاره چی؟ میبینم که لباس کاپتان زرا رو پوشیدی. پس تو هم لال میشی. اینطور میگیم که جنابالی به خاطر یه انفجار متاسفانه لال شد. باشه باشه، لال شده. فکر میکنم بتونی نقشه یه آدم لال خوب بازی کنی. Nein! Sie kennen General von Krantz, unseren Held? Oh ja. Ach, der arme General von Krantz sieht aus wie eine Mumie. Aber wissen Sie auch, dass der Führer ihn ausgezeichnet hat? Ah.
Ein Moment, bitte. Ja, ja. Che siete voi? Sono 24 ore che non mangio, sto morendo di fame, io mi metto a gridare. Ma c'è il buffet. Il buffet? Ja, ja, ja. Kaufmann, wo ist Mexikaner zu lernen? Wie geht das Ihnen? Sono sordomuto. Scantare. Pani. Was? Pani, mutatel, Salat. Was? Affetta. Ah, einen Moment. Speriamo che abbia capito. Quello bestemmio mi ha rovinato lo stomaco. Va a finire che io mi mangio lui. Ma che mi suona la tagliata? Bim. Dove sta là? Affettato, mortadel. Che mi mangio violon? Violon mi mangio? Ah, che mi mangio? Violon. Gallina, cosci, pollo, gallina, cosci. Pollo. Gelato, dolce, cassata. Cassa, questa. Questa cassata. Ma sei impazzito! Che ha fatto? Gli ho dato la ricetta per la cassata! Vieni! Gut! Gut! Achtung! Ja, Faro! Achtung! Sisi, Achtung! Ma nemifahmim ke shoma chi darid migid. Bitte, nicht Deutsche, non Germaniak. Na, ma Almani nishtim. Ma Italiayi hastim. Ahle Sisil Italia. Ba komake yeki az hamqataramon umadim inja mashghul be kar shadim. Alanam darim kar mikonim. Fahmidi? آره؟ هیچ من نفهمید یا اختنگه بله ممنون حالیتون نیست تا بخواییم به شما بفهمونیم که کی هستیم خودمونم گم کردیم اختنگه سینیور گروهبان میبینم که خیلی گرسنه هستید و دارید از گرسنگی میمیرید بفرمایید این گردو رو میل کنید کمتر احساس ضعف میکنید بله فقط اینو میدونم که خیلی بدبخت و احمق و مسخر است های هیتلر هی گروبان اینم آب گوشت مخصوص فرمانده است یه دفعه تورا نخورش ببرش برای فرمانده
یا جفایل کار کردن؟ کار کردن؟ ما که داریم کار میکنیم سینیور گروهبان، مثل شما نیستیم که فقط به فکر شیکم خودمون باشیم. نه ممکنه که من احمق باشم، مسخره باشم، اما از زیر کار در برو نیستم. شما خودتون اینطورید، شما اید که احمقید، ابلهید، بی مصرف هستید. دور بر خودتون رو نگاه کنید، اطرافیانتون رو نگاه کنید. بیچاره مثل که سیسیلیه، پس همشاری خودمونه، بهتر مواظب باشید. Nix, nein. Esto brodene por General von Kraus. Bitte, bitte. Nein. Multifan, Multifan. Deficienten. Multifan. Deficienten. Bitte. Deficienten. Michigan! Me brucia, me lo vado a vedere che bruciava. Ti rendi conto che stai parlando, cretino? Non sei più muto? Non sono più muto. Miracolo! Miracolo! Santa Rosalia mi ha redato la voce! Miracolo! 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 Ai Santa Rosalia! Ai Santa Rosalia! Ai Santa Rosalia! Mi ha ridato la voce! Miracolo! Ai! یلا کنتر کنتر برا عجله کنید بچه هم یال ندیگه همشون رو سوار ماشین کنید بابا یواش چره هرم دیگه خب دارم میرم دیگه زودتر بجابید را بیافت کجا ما را برد؟ خواهش که شلیک نکردن؟ اینا چی میخوان؟ اصلا کی هستن ها؟ من از کجا بدونم؟ فکر کنم از گله میشای اون طرف رودخونه باشن. به نظرم قبلا یه جایی این لباس ها رو دیدن. آره ولی فکر کن سر رفیق سیامون چی آوردن. دارم دیوونه میشم. جنرال فون کرانکس سیاپوس از کار در اومد. خدای من اگه هیتلر چینی باشه اونم میتونه سیاپوس باشه. چه جنگ احمقانه ای شده. این شما هستین که احمق و نادونین. الان یه ساعته دارم میگم اونم به تموم زبونا که من آلمانی نیستم مثل شما. ما از یه اردوگاه فرار کردیم. پس بگو ببینم جنرال فون کرانکس کجاست. بگو. خودتو ناراحت نکن. اون همین نزدیکی هست. البته با دست و پای بسته و کله باند پیچی شده. خیلی خوب. حالا میخواییم با ما چی کار کنیم؟ ما ماموریت مهم میداریم، نمیتونیم تو رو با خودمون ببریم. آی همسری، ولی میتونم شما رو به یه جایی ببرم که در امان باشید. در 50 کیلومتری اینجا مزرعی در کنار مرز هست که صاحب این مزرعه یک مرد اهل چکسلواکی، تابعیت آلمان داره و اسمش هم آقای اوتو بایره. آدم شجاعیه، قبلا هم در حق ما لطفی کرده. لازمه که با احتیاط جلو برین چون از خطر کردن خوشش نمیاد. آدم حساسی. آخی
C'è permesso? Scusino, signori, c'è permesso? Un straniero, come ho fatto? Non precisamente, direi un siciliano scappato, un etneo errante. Sono qui perché mi hanno mandato alcuni vostri amici americani, signor Bauer, e mi hanno detto che mi avreste aiutato. Perché non poter aiutare voi, ma vostro aspetto, vostra faccia, voi siete così poco tedesco. Cibo? Sapete, sono tre giorni che non ne vedo. Poverino, prendete uno poco di mangiare, poverino, voi siete così magro. Deperito, denutrito. Bitte. Grazie. Uno poco, eh? E cercherò di aiutare voi, cercherò. Devo dirvi una cosa, signor Bauer, ecco, io non sono solo. Ma non sì. Voi non essere solo. No, c'è di là un mio amico, un morto di fame come me. Ma voi avete un cuore così generoso? Lo hanno detto gli americani. Franco può entrare, qui si mangia. Si mangia, si mangia, si mangia. Buono. Ma queste anche meno tedesche di voi. راستش فکر کردم اون آلمانیه ولی حالا میگه یه خارجی و اهل سیسیله. به نظر میاد که روی پیشونیش هم علامت خوشبختی حک شده. ببین راست میگه چیزی میبینی؟ فیلم کن فیلم کن. خب اون میگه. پس هر دوتون خارجی هستید و حالا من تیربارون شد از دست شما. خودتونو ناراحت نکنین، نگران تیربارون شدنم نباشین، جونتون سلامت. پس نگران نباشم. خب اگه شما میگی باشه حالا بهتر شد. میا مولی اریکا، میا فیلی مارت، هنل اوه اون گریت. سیگرینا گریتا، consentetemi di dire che i vostri capelli biondi, i vostri occhi biondi, la vostra bocca bionda mi hanno incantato. Bella moda! Prego, mangiate. Grazie. Greta, lei sì che... Poi adesso lo con... Tora ma cosne che mi mira. Gretina. Immaginate... راستش دیگه تحمل ندارم. یه لحظه صبر کنید. دیگه صبرم تموم شد. شاید ما آدمای خودخواهی باشیم ولی اینو فراموش نکنید که ما هم وجدان داریم. سینیور بایر، ما دو نفر نیستیم، بلکه سه نفریم. سه نفر. یه گرسنه دیگه مون بیرون منتظره. یعنی یکی دیگه هم هست؟ بله آقا، فرانکو برو صداش کن. با هم بریم صداش میکنیم. با اجازه شما. بله با اجازه شما. آقای بایر، گرسنه ای که می آید غذا بخورد. Ma tu guarda come ci hanno combinato. Non ci lamentiamo. Allora che dovrebbe dire il tiro negro? Il tiro negro? Il tirolese negro! Sembra che voi due andiate molto di accordo. Forse troppo anelore. Ma era veramente necessario far vestire così anche me. Ma mi meraviglia di voi, uomini di scienza. Senza questo vestito bavarese, chi poteva prendere voi per vero tedesco?
چی؟ ماشین بهداری؟ کمان زودتر کمان مردم معمولی هستن اما مسلحن. آه دو تا چوپان پوستین به تن. آه سه مرد با گرم کن. کمان زود باشین بری تو همه برین تو. کمان من نوید اصلا چیزی آقا. اصلا نترسید بستر باید دو یه نامی فهمیدید من کی هستم؟ فکر کنم دونست. چند دقیقه مزاحمتون میشیم و بیریم. ما جنرال فون گرانس رو گیر آوردیم. فون گرانس. یس من گیر آوردم. اون الان کجاست حالا؟ تو خونه خودتون یکی از همونهایی که گرم کن پوشیده؟ تو خونه من فون گرانس با گرم کن قلبم الان ایستاد. اصلا نگران نباشید مستر بایر، قراره که یه هواپیما بیاد و اونو از اینجا ببره، بعد ما زحمت رو کم میکنیم. خیالتون راحت باشه، نترسید. خوبه زیاد نیست بعد یه هواپیما الان میاد تو خونه من. حالا من چی کار کنم؟ هیو کاپیتان، میخوام برم اونجا علامت بدم تا هواپیما درست فرود بیاد. تو هم باید با من بیای. عجله کن. آه سنتیره. بله من صداشو میشنوم. ولی چیزی که حالا خیلی مهمه سیر کردن شکم با این غذاهای خوشمزه است، مثل این یکی. بس کن، چرا مسخره بازی در میاری؟ باید ملافه ها رو جمع کنم و بزنم داخل سبد. منم کمکت میکنم. به خدا من یه لغمه بخورم. خب حالا عجب خلبان خرفت و نادانی. فرود بیا اینجا. هیر اینجا ها اینجا. پس کی میخوای فرود بیای؟ بذار برم میکشم. آروم باش میکشم. Ma questo è fissato che noi gli abbiamo fatto i segnali. No, questa è una scusa perché non sa pilotare libretto e patente. گفتم آروم باش. هی مستر بایر، وسیله‌ای دارید که هواپیما رو بیرون بکشیم؟ نه آقا، من هیچی ندارم. من نه اسبرم نه تراکتور، هیچی ندارم. همه رازم رو گرفتن بردن. مگه که خودمون بیاییم حالش بدیم؟ Andate a cercare qualcosa per tirarci fuori da questa situazione. Per il dombolo massimo le capisci? Super! Ok, babbo, ok. Ma dombolo ci vedi? Che mi fa, ma... زودتون سریع باید یه تراکتور پیدا کنیم. زودتون اونم به ما دستور میده. اصلا مگه اون چیه که به ما دستور میده؟ باید اداره دسته خرابکاره باشه، یه خرابکاره. پس اونا هم همکار ما هستن. مگه ما خرابکار نیستیم که یه هواپیما رو به اون روز انداختیم؟ عجیبه، اون دو نفر به نظرم آشنا بیامدن. هی، با تو هم
سعی کن سریع‌تر بری. در ضمن چشمتم از اون هواپیما بر ندار. اوتو! اوتو! اوتو بیا اینجا. اریکا چه خبره؟ سربازا اومدن. اونا هاشن نگاه کن، دو تا کامیون دارن میان اینجا. آه پس هم از زمین هم از آسمون دارن میان اینجا. الان هوا به ما اینجا رو بمباران کرد. نه دو تا کامیون. فقط دو کامیون، دو کامیون که اصلا مهم نیست. حتما اومدن از این خونه چیزی ببرن بیرون. مهم. اریکا. هیک هموطن، همه گی بیاد داخل خانه. کامان. زودتر. شما در محاصره هستید، پس بهتره که تسلیم بشید و به شروط ما عمل کنید. ژنرال فون کرانکس رو زنده به ما برگردونید و بعد اون سه زندانی فراری از اردوگاه مارگریت باید در دادگاه نظامی حاضر بشن. بهتره که بپذیرید، دیوونگی نکنید، بلا به ضررتون تموم میشه. ما میپذیریم. مرگ بهتر از اینه که بپذیریم، حتی با این تعداد کمی که هستیم. من نمیپذیریم، اونا رو پس نمیدیم. یک دقیقه فرصت دارید تصمیم بگیرید. موضع بگیرید. نیروهای کمکی که به موقع خودشون رو رسوندن. گروهبان برو بهشون بگو مستقیم خونه رو نشونه بگیرن، اینطوری زودتر به نتیجه میرسیم. جوان ای وای، تانکشون هم داره میاد، دیگه کارمون تمومه. گفتی تانک آلمانی اومد؟ من که اصلا در خانه نیست. منم نیست. چی هم برای نجاتمون اومدن؟ گفتی برده چه خبره؟ دوباره چی میگردی بابا؟ نمیتونم تروازه پیدا کنم. مگه مطمئن نیستی این یه تراکتور دیگه؟ منم میگم، مگه تو شک داره که تراکتور؟ نه قربونت برم. یا شاید من اشتباه میکنم. نه تصدقت بشم. مگه چرخه چرخ تراکتور نیست؟ نه فدات بگردم. خب این از کجا بلند کردی؟ از روبروی تراکتوریا. پس نتیجه میگیریم که این یه تراکتوره. کاملا درسته. مثل اینکه حق با تو. شاید ترمزش باشه. بابا اون گرفتون مگه نمیبینی؟ ما یه دسته میشینی گرفتون. آقا یه کاری باید بکنیم، اونا که کراکور نیستن. میخوای در مورد ما چی بکنن که همینطوری ما داریم رانندگی میکنیم؟ هرچی میخواهن بکنن. بینی یه تراکتور آلمانیه، ما با زبونش آشنا نیستیم. همیگی به تانک شلیک کنید. شاید این باشه، شاید این یکی باشه. عقب نشینی کنید. عالی شد، حالا دیگه نوبت ماست. کامان. Thank you.
بالاخره تراکتور رو آواریدی. ما شایسته تشویقیم. و حالا هموطنان عزیز، از لوح یادبود قهرمانان پرده برداری میکنیم. ای مفقود شدگان دور از وطن، ما به یاد شما هستیم. ما که اینجا در خانه های خودمان هستیم، به یاد شما اشک میریزیم و میگریم. ای برادران ایتالیایی، برادران مفقود شده، ما به یاد شما عزیزان سر تعظیم فرود می آوریم. بنوازی. وقتی فکر میکنم میبینم خیلی بهتر اینجا بمونم تا اینکه برگردم به هارلم. پس تو مونتبرید رو نمیشناسی؟ خوبه، آرامه چقدر خوبه. خودتو فریب نده. اینجا در این لحظات کسانی پیدا میشن که این آرامش براشون آزاردهنده است و فکر میکنن که با کشتار و جنگ و خونریزی میتونن به اهداف خودشون برسن. و در مقابل اینا کسانی هستن که در زیر آسمون پوشید از آتشبارها و بمب‌ها با این افراد خودخواه با تمام وجودشون مبارزه میکنن. آخ توند آخ توند، دو سه بار دیگه آخ توند، بعدش هم به آخ توند، آخ توند، آخ توند، دو سه بار دیگه هم آخ توند. ایش بمبار دیت اره برد این بمبن، دو سه تا دیگه هم بمبن. شما فهمیدی من چی گفتم؟ خودم که نفهمیدم. بیا برای دانلود فیلم ها و سریال های بیشتر به وبسایت مشهد فیلم مراجعه نمایید.